اختلاف شیعه و سنی در وضو گرفتن چیست؟ چرا شیعیان مسح پا می کشند و اهل سنت پاهایشان را می شویند؟ از ابی مطر نقل شده است در مسجد با امیرالمومنین امام علی علیه السلام نشسته بودیم. مردی نزد علی علیه السلام آمد و گفت نحوه وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به من نشان بده. امیرالمومنین قنبر را خواند و از او خواست ظرف آبی بیاورد. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. مسلمانان با پیروی از قرآن کریم اتفاق نظر دارند که نماز بدون طهارت صحیح نیست و طهارت مطلوب برای نماز وضو، غسل و تیمم است. بنابر این وضو در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند الوضو شطر الایمان، وضو جزء ایمان است. فقها درباره حکم مسح یا شستن پاها هنگام وضو گرفتن اختلاف نظر دارند که در ادامه به این اختلاف ها می پردازیم. آیه وضو در قرآن. خداوند در قرآن به هنگام بیان وجوب وضو و کیفیت آن می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دست ها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی جلوی پا مسح کنید و اگر جنوب باشید غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما قضای حاجت کرده یا با زنان تماس گرفته یعنی آمیزش جنسی کرده اید و آب نیابید با خاک پاک تیمم کنید و از آن بر صورت و دست ها بکشید. خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند. شاید شکر او را به جای آورید. در این آیه حدود صورت که باید در وضو شسته شود توضیح داده نشده، اما در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام وضوع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروحاً بیان کردند. تفاوت وضوع شیعه و اهل سنت در شستن دست ها. شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که در آیه شریفه راجب به شستن که از انگشتان به سوی آرنج باشد و یا بالعکس صحبتی نشده است و آیه فقط مقدار لازم را بیان کرده است، یعنی دست تا مچ کافی نیست و تا کتف لازم نیست، بلکه باید تا آرنج شسته شود. اما شیعه از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام که وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را توضیح دادند متوجه شده اند که شستن باید از بالا به پایین و از آرنج به سمت انگشتان باشند و بالعکس صحیح نیست. ولی در روایات اهل سنت توضیحی راجع به این نرسیده است، لذا مذهب اهل سنت هر جور شستن را چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا صحیح می داند، اگرچه می گویند ابتدا از انگشتان افضل است. روایاتی درباره نحوه وضوع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توسط حضرت امیرالمومنان امام علی علیه السلام و عثمان. از ابی مطر نقل شده است در مسجد با امیرالمومنین امام علی علیه السلام نشسته بودیم. مردی نزد علی علیه السلام آمد و گفت نحوه وضوع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به من نشان بده. امیرالمومنین قنبر را خواند و از او خواست ظرف آبی بیاورد. وقتی آب را آورد دستان و صورتش را سه بار شست
آنگاه انگشت خود را در دهان کرد و سه بار استنشاق نمود و سه بار بازوی خود را شست و سرش را یک بار و پاهایش را تا بر آمدگی آن مس کرد، در حالی که هنوز از محاسنش به سینه آب می چکید. آنگاه پس از وضو جرعه ای آب نوشید و گفت: کجاست آن که از وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید؟ وضوی رسول خدا چنین بود. از بصر ابن سعید نقل شده است: عثمان به محلی که مردم اجتماع می کردند آمد و خواست وضو بگیرد. او نخست مزمزه و استنشاق کرد، آنگاه صورتش را سه بار شست و دستانش را هر کدام سه بار شست و سر و پاها را هر کدام سه بار مس کرد. سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که چنین وضو گرفت. ای کسانی که حضور دارید، آیا چنین است؟ گروهی از اصحاب رسول خدا که نزد او بودند گفتند: آری. کیفیت وضوی پیامبر از زبان اهل بیت علیهم السلام. داوود ابن فرقد نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت پدرم می گفت وضو حدی دارد که اگر کسی آن را رعایت نکند اجر نمی برد. پدرم می گفت ولی با این مسئله دشمنی می شود. مردی به او عرض کرد حد آن چیست؟ فرمود: صورت و دستانت را بشویی و سر و پایت را مسح کنی. زراره و بکیر از امام باقر علیه السلام درباره کیفیت وضوی رسول خدا پرسیدند. امام در پاسخ ظرف آبی طلبید و کف دست راستش را در آن آب فرو برد و مشتی آب برداشت و بر صورت ریخت و آن را شست. آنگاه دست چپش را در آب فرو برد و مشتی آب برداشت و بر بازوی راست ریخت و آن را از آرنج تا کف دست بدون اینکه به آرنج برگردد شست. سپس دست راستش را در آب فرو برد و مشتی آب برداشت و آن را بر بازوی چپ از ابتدای آرنج ریخت و آن را مانند دست راست شست. پس از آن با رطوبت کف دست سر و پاها را بدون اینکه آب تازه با دست بردارد مسح کرد. سپس فرمود: لازم نیست انگشتان را زیر شراک یعنی بند نعلین فرو برد. آنگاه فرمود: خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. پس نباید از مرفق تا انگشت های دست چیزی ناشسته بماند، زیرا خداوند می فرماید اغسلوا وجوهکم و ایدیکم علی المرافق. سپس فرموده است و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم علی الکعبین. بنابراین اگر کسی مقداری از سر و پاها را از انگشتان تا برآمدگی مسح کند کفایت می کند. پرسیدم: برآمدگی پاها کجاست؟ امام فرمودند: پایین تر از مفصل ساق. آنگاه پرسیدم: آیا یک مشت آب برای شستن صورت و یک مشت برای شستن دست کافی است؟ امام فرمودند: آری. اگر کشیدن دست ها خوب انجام شود، دو مشت آب برای کل وضو کفایت می کند. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.